ریاست محترم جمهور پس از ه سال وقت روز جهانی کارگر اینجا در تهران خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده راه صبح جمعه از مقابل خانه کارگر آغاز شد نیروی انتظامی ابتدا تلاش کرد مسیر کارگران و شرکت کنندگان که قصد پیوستن به تجمع را داشتن تغییر دهد اما راه پیمایان سرانجام راهشان را پیش گرفتند و در گروه های مختلف خود را به میدان فلسطین رساندند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده در نهایت پلیس راه را باز کرده و حدود ده هزار نفر در خیابانهای اطراف میدان فلسطین تجمع کردند. راهپیمایان در این مراسم شعارهایی با مزامین امنیت شغلی، برخورداری از بیمه مناسب و پرداخت حقوق سر دادند. منصور اسانلو، عضو پیشین هیئت مدیره در در سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران معتقد است ها، تجمعات این چنینی می تواند به کارگران در دستیابی به مطالباتشان کمک کند از نظر من شوراها انجمنها کانونها شبکه داره شکل می گیره در بدنه زندگی واقعی معلمها کارگرها پرستارها که این تجمعات رو داره به همدیگه نزدیکتر می کنه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هشتم اردی بهش ما هم در جمع کارگران ابراز و امیدواری کرد با دستیابی به توافق هستی و لغو تحریم های ایران شرایط واحد های تولیدی بهتر شده و مشکلات کارگران رفع شود ستون توسعه کشور مهمترینش کار و کارگر است با توافق نهایی که اگر طرف ما اراده جدی داشته باشد در ماهای پیش رو امکان پذیر هست شرایط تولید در ایران به مراتب بهتر خواهد شد. راهپیمایی امروز در حالی برگزار شد که در چند روز اخیر دست کم پنج فعال کارگری بازداشت شدند. ابراهیم مددی و داوود رضوی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و محمود صالحی، عثمان اسماعیلی و رضا امجدی از فعالان کارگری در استان کردستان از جمله بازداشت شدگان هستند. رضا محدث، صدای آمریکا